افت ثور، کودتا یا انقلاب؟ کسی که با کمک نظامیان از پسر کاکاش قدرت را گرفت، 4 سال و 10 ماه بعد توسط امون نظامیان از قدرت کنار زده شد. 43 سال پس از رویداد افت ثور 1357، تحلیل ها متفاوت. سلام، به برنامه رویداد روز از تلویزیون پیکار و شبکه رادیو نهاد خوش آمدید. این برنامه به مناسبت 43مین سال روز رویداد افت ثور 1357 هجری خورشیدی است که به یک روایت کودتا و به روایت دیگر انقلاب نامیده می شود. به یک روایت آغاز فاجعه و به روایت دیگر آغاز روشنگری. نظریات از آگاهان تلویزیون پیکار و شبکه رادیو نهاد نظر ندارد. میمانان هم در بس دکتر محمد رحیم رحیمی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، محمد ظاهر مومن، بزرگ قومی و از فرماندهان پیشین جهادی، و محمد سردار سعیدی، عضو پیشین شورای ولایتی بلخ و رئیس کمیته سیاسی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در زون شمال. میمانان گرامی، به بعد خوش آمدین. در نخست با دکتر رحیمی آغاز میکنیم. آقای رحیمی، 43 سال پیش افغانستان چی رویداد را به تجربه گرفت؟ به همه بینندگان عزیزم سلام عرض میکنم. افت ثور سال 1357 یک رویداد تاریخی بود، یک رویداد تاریخی که اندیشه و مفکورش روشنگری بود. این رویداد تاریخی توسط نظامیان اتفاق افتاد. وقتی توسط نظامیان اتفاق افتاد، برش نام ماندن کودتا. ولی صاحبای حزب یا صاحبای همین مفکوره برش انقلاب نام گذاشتن. ولی هر کس هر چیزی که تعبیر میکنه دل خودش دیگه، او یک تاریخ بود، تیر شد، گذشت. حالا دخالت نظامی ها در قدرت به بار شما کودتا تلقی نمیشه؟ تمام ارتش آمده وارد صحنه سیاست شده، دخالت کرد؟ تمام تمام انقلاب ها که در جهان صورت گرفته تاریخ نشان میده که نظامی ها مداخله میکنن. هیچ بدون مداخله نظامی هیچ انقلاب توسط نه کارگر نه توسط دهقان به پیروزی رسیده. حتی در اتحاد جماهیر شوروی در اون وقتی که لنین قدرت می گرفت هم نظامی ها مداخله کرد. گفته میشه همین نظامی ها که در افت ثور 1357 داود خان از قدرت کنار زدن، در 26 سرطان 1352 تسهیل کننده رسیدن داود خان به قدرت بودن. اینو میپذیرین؟ بله. اما دوستایی که در اون وقت در 26 سرطان اما کودتا را برای انداختن، اما اونا در افت ثور 1357 هم شامل همین قضیه بودن، به خاطر از اینکه اونا از یک حزب سیاسی بودن. چی تفاوت رخ داد که 4 سال و 10 ماه بعد وادار شوند که از تصمیم 26 سرطان خود پشیمان شوند و در افت ثور دوباره داود خان کنار بزنن؟ یک تعهد بود بین داود خان و بین جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق، یک تعهد بود، یک پیمان بود که داود خان با او پیمان عملی به اصطلاح عملی نکرد، پیمان شکستان. با او خاطر تغییرات طوری آمد که بعد همین حالا گفته میشه پس از تنش لفظی میان برژنف و داود خان تلاش جهت کنار زدن داود خان تشدید شد در افت ثور. این رد میکنید؟ نه، این هم یکی از عواملش بود. مگر اصل قضیه این بود که داود خان یک فکر یک نظر داشت که باید افغانستان از این وابستگی های سیاسی دور بید برای خود بکشه و به جهان آزاد قدم بگذاره و از اونجا چیز اقتصاد خوب به دست بیاره و تا بتانه یک افغانستان مرفه جور کنه. و این نظامی های کودتا کردن، نمیخواستن جهان آزاد افغانستان قدم بگذاره، طرح داودخان ناراض بودن ازش. نظامی هایی که کودتا کرد هیچ کدام ازی به جهان آزاد عقیدم نداشتن. در اون وقت اونا به دنیای سوسیالیسم میدیدن تمام نشان و یک ایده که برای ازیاد داده شده بود به خاطر دنیای بهتر، اون دنیای سوسیالیسم بود. به خاطر اونا به این جهان آزاد و به این بازار آزاد و به این گپا عقیده و آزاد نداشتن
و آقای مومن به شما باز خود گشتیم. هفت ثور به باور شما آغاز چی نوع تحول است؟ کودتاست یا انقلاب؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و حاضرین سر میز مدور و کارکنان شما و همه بینندگان تلویزیون پیکان عرض می دارم. خدا کنه روزی خوش داشته باشن. اصلا در جهان انقلابای زیادی شده. مثلا انقلاب کبیری فرانسه را که شما ببینین، اونجایی تو نبوده که تفنگدارا کودتا کردن و انقلاب را به وجود آوردن. تاریخی را میگه. یا مثلا در این اواخر عمر البشیر رئیس جمهوری سودان مردم از قدرت کنار زدن. یک انقلاب است. هر انقلاب دارای یک هدف می داشته باشه که بنابر بعضی عوامل در کشورها انقلاب به وجود می آید تا مردم از سطح پایان، یعنی به یک سطح بالاتر به حساب ملت و جامعه حرکت بکنه. مفهوم و تعریف انقلاب هم بیست. ولی متاسفانه کودتای هفت ثور یک فاجعه و یک فاجعه تصادفی بوده که اینا در او زمان خیستن خیبر به نام خیبر یکی از پرچمی ها بودن اونا را کشتن. میرکبر خیبر؟ میرکبر خیبر بله ها. بعدا اینمی خلقی ها و پرچمی ها به حساب به اتهام از این قضیه داوود خان اینا را در زندان انداختن و اینا قبلا از طریق سفارت روسا در اون زمان بودن که اگر ارگا ما امید مورد یک تهدید و یک قرار میگیریم آنان باید کودتا بکنن. اینا دستور گرفتن از سفارت روسیه و آنان نظامی ها از قوای چار، اسلم وطنجار، سید محمد گلابزی و غیره و جنرال قادر و غیره کسایی که در حزب دموکراتیک خلق بودن دست به کودتا زدن. اما آنها بود که رادیو افغانستان را گرفتن، داوود خان را شهید کردن، یک حکومت قانونی را سرنگون کردن به خاطر بعدن باز به خاطر نظریات کمونیستی و یا سوسیالیستی و حساب اینا به نام انقلابی را مسما کردن که آقای مومن امی داوود خان امی نظامی ها در 26 سرطان 352 عمری نکرده بود. خب اونا کودتا کردن، اونا یک کودتای خونینی را نکردن که هزارها انسان به خون و خاک کشانده باشن. مهم تصاحب قدرت است. حالا این امی نظامی ها تسهیل کننده رسیدن داوود خان به کرسی شخص شما را اول کشور در 26 سرطان میدن، درسته؟ خب کودتا یک کودتا ها تفاوت میکنه دیگه. در ایران هم یک انقلاب به رهبری آیت الله خمینی ولی بینی کسی خون نشد. در کودتای داوود خان هم که کشته شد کدام وزیر کدام والی اینا هم مجموعا تماما وزرای زمان ظاهرخان و داوود خان ملت به نام اخوانی و به نام فویدال و به نام دیگرا کشتن. هزارها نفر عکسای امو وقت این دستگاه عکسا که خاد بود به حساب اسدالله سروری در رأسش بود. حتی ما خودم 8 سال زندان سیاسی رو در وقت تیر کردیم. هزارها نفر به دریای امو انداختن اینا. هزارها در پلوگوم پلیچرخی شما چقدر یعنی جسدهای مردم یا استخوانهای مردم پیدا کردن که اینا توسط بلدوزر در زیر خاک کرده بودن. آیا هدف انقلاب کشتن مردم است یا نجات مردم به خاطر یک هدف مقدم و حساب یا به خاطر یک هدف خاصی سیاسی اجتماعی و اقتصادی است؟ مفهوم انقلاب یعنی منقلب ساختن یک رژیمی که به حساب او نمیتونه ارائه خدمت برای ملت بکنه کسایی به که اونا برای این ملت خدمت بکنن. اینا خو ملت به خون کشاندن، اینا خازیادهی مردم از سلب کردن. آره داوود خان تعهدات داده بوده در 26 سرطان و به او پابند نمانده و این رویداد صورت گرفته، میپذیره؟ خود داوود خان هم همین خلقی ها پرچمی ها بازی داد اینا رو به نام ازی که ما یک انقلاب به حساب مدرن چی را با وجود میاریم و ما شما مشترکاً کار میکنه افغانستانه. ولی داوود خان غافل از این که در این زمان دستگاه استخباراتی روس اینقدر در اردو و در اینجا ریشه دوانده بود که امو بود که منجر سرقمندان اعلی قوای مسلح مطلع نبود از این موارد. بله غفلت کرد داوود خان در غفلت گیر کردن. ولی یک داوود خان یک مردانگی کرد که تا آخرین رمق حیات خودش و وزرا و خانواده خود یعنی خود به کشتن دادن تسلیم کمونستان نشد. این یک قهرمانی را داره اینا. فکر نمیکنین که اگر قرار می بود که خود تسلیم هم میکردن و دار آویخته میشد؟ طبعا کار را که طالب کرد در رسی دکتر نجیب الله؟ دکتر نجیب الله را خویت است که مسئله دیگه است.
و داوود خان اگر تسلیم هم میشد بله کشته میشد. به این معنا که کمونیست ها رحم نمی کرد. قهرمانی قلمداد کرد. او به خاطر ای که تصور میکرد که میمیره مرگ نخست بر مرگ دوم ترجیح داد. بله ترجیح داد. حتی یک نواسیش صدا کرد که بابا جان تسلیم شد میگم نواسی خود کت مرگ میزد. یعنی یکی از بادیگاردا یا محافظین خود ما ارک که همینجا در بلخ است سرگل نام داره امی قصر از نیزیک برای ما کرد که داود خان چطور شد دختری چی وز زخمی شد و دیگه. و به ارتباط دکتر نجیب الله عرض بکنم دکتر نجیب الله را که مردم فتوا میتن که ایره شهید کردن بله شهید کردن علت فتواش چی بود؟ علت فتواش چی بود؟ زمانی که حضرت صبغت الله مجددی آمد در مقابل تماما کسای کمونیستا و یا سوسیالیستایی که در افغانستان بود عفو اعلان کرد که دکتر نجیب هم شامل امی عفو میشد اعلان کسی حق اعدام ازیره و حق کشتن ازیره نداشت. شما شهید میگن دکتر نجیب الله را؟ بله ما شهید نظر به امی عفو اسماعیل خان یکی از سران جهاد میگه کسی که نجیب الله را شهید بگوید توهین به جهاد کرده. به این بحث ادامه خواب دادیم. آقای سعیدی 43 سال پیش چی دیدین چی شنیدین و این کشور به کدام مسیر آغاز کرد حرکت خود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به همه بینندگان تلویزیون پیکان و دوستان حاضر در میز، خب 43 سال قبل در هفته ثوری 1357 در افغانستان اسلامی و قهرمان و سربلند کودتایی به وجود آمد و سرکردگی نور محمد ترکی و همکارانش که نتیجه از این کودتا سرنگونی حکومت داوود خان شد و استقرار یک نظام مارکسیستی متکی به جماهیر سوسیالیستی شوروی وقت که شوروی از هر جهت این کودتا را حمایت میکرد از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ نظامی. خب وقتی کودتا به وجود آمد با برنامه هایی که رهبران کودتا شروع کرد بین مردم که یک تعداد به نام فودال و ملاک اینا زمینش بگیرو فرمان های پشت سر هم صادر کردن از این فرمان ها و از این برنامه ها مردم افغانستان و علمای افغانستان به این نتیجه رسید که این رژیمی که جدیدن در حرکه قدرت سیاسی افغانستان تکیه زده این رژیم ماهیتاً با اسلام با عقاید اسلامی با دستورات دینی مخالف است. آقای سعیدی فکر نمیکنین که امی طبقه که ادعا کردن که رژیم با ماهیت دینی مخالف است بیشتر احساساتی عمل میکنن به خاطر که امینا امان الله غازی را از قدرت کنار دارن تحت عنوانی که گویا با ارزش های دینی سازگار نیست و حبیب الله کلکانی را برای شش موری کار آوردن؟ نه خیر احساساتی عمل نکردن مردم اما تشخیص مردم و تصمیم مردم تصمیم بجا بود چون رهبران کودتا وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود که در این شک نبود. درسته که اونا از افغانستان بودن ببرک و ترکی و حفیظ الله امین و جنرال قادر و اسلم وطنجار اینها از افغانستان بود از فرزندان مردم افغانستان بودن اما شوروی من حیث یک ابرقدرت که هدف تصرف افغانستان در مخیله خود داشتن سرانش اینا را تربیه کرده بودن با یک ایدئولوژی مارکسیستی و کمونیستی. اما آقای سعیدی امی کسایی را که شما نام گرفتین امینا دست با دست داوود خان رفتن ظاهر شد از قدرت کنار دارن در 26 تیر 1352 درست است؟ چگونه میشه که 58 ماه بعد اینا به چهره های مضل و مفسد و مخرب تبدیل میشن؟ خب ای که او وقت بین از اینا و داوود خان چی تعاملاتی بوده او را مزیاد در جریانش نیستم اما ای که اینا متکی به شوروی بود که بعدا دیده شد دیگه در شش جدی 1358 نیروهای شوروی نیروهای نظامی شوروی خب برخلاف همه موازین بین المللی آمد وارد افغانستان شد یعنی آمد که حکومت حفظ بکنه در وقت قیام ها در خب حالا ترکی مقصر نبود امین مقصر نبود چرا کونا جان باخته بودن درست است؟ شما جنگ افزار برداشتین علیه کسایی که در هفته ثور کودتا رو شروع کرد درست است؟ بله در این کودتا
رئیس جمهور نخست ترکی بود، رئیس جمهور دوم امین، درست؟ خب، سر در شش جدی 1358 اردو در گذشته بودن. سر افراد بحث نیست، اینجا خب درسته که اون شخصیت ها مهم نیست، اینجا یک مفکوره مهم است، اینجا یک طرز فکر که داشت در افغانستان پیاده میشد او مهم بود دیگه. حال او طرز فکر ممکن پیروان فراوان داشتن، اون منحصر به ترکی و به حفیظ الله امین نمیشد. اعضای حزب خلق و پرچم ممکن صدها نفر به صدها نفر میرسید. خوش شوروی ها اینجا یک تعداد را مفکوره داده بود، دارای یک ایدولوژی ساخته بود که او ایدولوژی واقعا ایدولوژی مارکسیستی بود و افغانستان را میخواست که از طریق از اینا ملحق بکنه به اون جماهیر سوسیالیستی شوروی. دیگه افغانستان به عنوان یک سرزمین جغرافیای اسلامی اینجا باقی نمیماند اگر اونها مسلط میشد و مردم قیام نمیکرد و اونها را جلوی امو. چرا آقای سعیدی علیه داود خان جنگ افزار برداشته شد قبل از هفت ثور؟ من اون موضوع در زیاد در اطلاع ندارم، من از داود زمینه زیاد اطلاع ندارم که کی سلا برداشت. مشخصا شما داود خان یک شخص آگاه، عاقل، بالغ و صالح برای مدیریت کشور میدانستید؟ داود خان شخصیتی درستی بود، اولین جمهوریت در افغانستان به وجود آورد، آدمی بود که ملی و افغانی فکر میکرد و میخواست افغانستان از وابستگی نجات پیدا بکنه و تلاش داشت در پیش خود یک مفکوری داشت که افغانستان را در میدان پیشرفت سیاسی و ترقی و تکامل از هر لحاظ پیش ببرند. دیگه داود خان ما یک شخص مسلمان میدونیم و اهداف خوبی داشت، منتها به اهدافش نرسیدن، زودن زود سرنگون کردن. سپاس دکتر رحیمی. این پرسش شما مطرح میکنیم، حالا در مقابل کسایی که هفت ثور قیام کردن که شما او را روشنگری و یک رویداد تاریخی در او دوره دانستین، اما دوستای دیگه از فاجعه و اینا نام گرفتن، در مقابل اینا جنگ افزار برداشته شد، اما چرا در مقابل داود خان جنگ افزار برداشتن؟ دیگه شما در ارتباط چی است؟ داود خان وقتی در که قدرت تکیه زد خواست مخالفین خود یکی پای هم از سمت دور کنه. زیاد مخالفینش همین اشخاص افراد که حال صاحب حزب هستن، البته او وقت حزب نداشتن، صاحب حزب هستن امینا بود و از امینا بسیار احراس هم داشت. مثلا از کیا؟ این از گلبدین حکمتیار، از استاد برهان الدین ربانی و از امی قماش مردمو ترس داشتن، بخاطر بود که اینا در زمان داود خان مهاجر شدن به طرف پاکستان، نه زمان حزب دموکراتیک خلق، بلکه در زمان داود خان، بخاطر از اینکه داود خان با ایا سر سازش نکرد، به ایا مخالفت کرد. دلیلی مخالفت چی بود با باور شما؟ خب اعضای کابینهش توسط دار دستی از این اعضاب ترور میشد، مثلا خرم وزیر پلانش در پشت چوکیش ترور شد توسط حزب اسلامی. خب به همین شکل در نقاط مختلف افغانستان فاجعه بود، فاجعه بود. به خاطر قتل های عرفمند که امروز توسط طالبان صورت میگیره در کلان شهرها، دیروز در دوره داود خان توسط افراد وفادار با آقای حکمتیار اینا صورت میگرفت؟ او وقتی که هدفمند نبود، منتها به خاطر با وجود آمدن ترور، ترور بود، ترور به وحشت اردوش فکر میکن باید یکسان باشه دیگر. خب هدفمند خب آلا از طریق یک زدن وزیر اطلاعات فرهنگ، وزیر پلان، به فکر نمیکنی که یک سناریوی بود برای ایجاد ترس میان شهروند در دوره داود خان؟ این همه گپتان اخبر قبول میکنم که برای ایجاد ترس بود در دو زمان در وقت. به این خاطر علی داود خان سلا برداشته شد تا اینا که رفتن در پاکستان، پاکستان هم بسیار خوب داره یافت، برای زیاد سلا داد، حرکت کردن. اولین جنگ مسلحانه را احمد شاه مسعود با 100 نفر از شریکای خود در پنجشیر آغاز کرد در سال 1354. تشکر. به شما باید خودش آقای مومن، در سال 57 هفت ثور اتفاق افتاده، چرا در سال 54 100 شریک در پنجشیر با نظام به جنگه؟
اتو بود که اصلا سر سوابق این موضوع باید نظر انداخته شود. در افغانستان در سال 1336 و 1338 و تا 1344 و تا 1342 و 1345 جریان های به حساب حزبی که در افغانستان بوده نهضت اخوان المسلمین بوده که شامل این نهضت استاد برهان الدین ربانی بود، احمد شاه مسعود بود، گلبدین حکمتیار بود و حضرت صبغت الله مجددی بود و امثال هم پیرگیلانی و غیره. بله بله، که اینا را به نام گروه اخوانی یاد میکردن یا عضو نهضت اخوان المسلمین که اخوانی میگفتن و همچنان به نام شعله جاوید به رهبری سیدال از لوگر بود، یک کسی او بود و حزب دموکراتیک مربوط ترکی بود که خلقی ها و پرچمی ها دمی یک حزب اونا به حساب منسجم بودن. در اون زمان پیش از کودتای هفت ثور، زمانی که اخوانی ها بسیار شدت در مقابل دولت عمل می کردن، بسیار زیاد، مثل پیشتر که رئیمی سی فرمودن استاد ترورا شدن و در ساحه پوانتون سیدال به حساب رهبر حزب شعله جاوید کشتن، اینا محصیلین داشتن و هر روز مظاهره بود و اعتراضات بود. بعدا داود خان گرفتن که به خاطر ازی که اینا را گرفتار کنن اینا فهمیدن فرار کردن اینا در پاکستان، چون موضوع پشتونستان یک موضوع حادی به حساب بین افغانستان و پاکستان بود. پاکستان هم با استفاده از این فرصت هم احمد شاه مسعود هم مسئله ساخت، گلبدین هم گلبدین آمدن در پکتیا و احمد شاه مسعود در پنشیر و بعضی دیگر کسای نهضت اخوان المسلمین در شینوار جلال آباد آمدن دست به قیام های مسلح ها نزدن که داود خان امانا در مقابل ازی قوای خود روان کردن و این شورش ها را خاموش ساختن، اینا پس در پاکستان فرار کردن. دیگه بر اساس نظرات حزبی خود اونا انتقام کردن. آره، در مقابل داود خان شورش بود، در مقابل ترکی جهاد، درست؟ خب یک فرد همزمان دو نقش متفاوت اجرا کرده، میتونه که یک روز مسعود شورشی باشه دیگر از مجاهد؟ خواهی تو بود که اونا داود خان رو به این متهم کردن که اینا قطع حزب خلق به حساب اتحاد کردن، اینا هم از نظری سوسیالیستی و مارکسیستی پیروی میکنه در سیاست دولت و در پالیسی های دولت، ایرا متهم به نظریات کمونیستی دانستن، علیه عظیم جهاد موخذ اعلان کرد. تشکر. عزیزان هموطن، بینندگان خردمند تلویزیون پیکان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیو نهاد، پس یک میان برنامه در ادامه برنامه رویداد روز به مناسبت 43مین سال روز رویداد هفت ثور در بخش پایانی برنامه همراهی مان کنید. به ادامه برنامه رویداد روز از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد خوش آمدین. آقای سعیدی، کسی که یک روز شورش کنه روز دیگه میتونه مجاهد نام بگیره؟ 100 نفر به رهبری احمد شاه مسعود در پنجشیر علی داود خان جنگ افزار می‌بردارن. داود خان توسط یک گروه دیگه یا نظامیای اردویش که شما چند تاش بیشتر نام گرفتین کنار زده میشه و دوباره مسعود و هوادارایش در مقابل او اندیشه یا او ایدئولوژی نیز میستن. همچنان مزاری در سال 1355 مبارزات خود را تشدید میبخشه با الهام از علامه سید اسماعیل بلخی. حالا من شهروند داود خان برحق بدانم، آقایان که دو تای شهید شده احمد شاه مسعود عبدالعلی مزاری را برحق بدانم، یا کسایی را که در طرف هفت ثور است، کدام میشه؟ ما گرچه دقیقا در جریان شورش که شما در 54 به او اشاره میکنین بیشتر آقای مومن گفت در جریان شخصا خودم در جریان نیستم، اما در ارتباط استاد مزاری که گفته از 55 مبارزات خودش شروع کرده، ما معلومات را که دارم است که احزاب، همی احزاب جهادی که فعلا هم هست، این احزاب مبارزاتشان همزمان با کودتای هفت ثور شروع نشده، اینا قبل از او بودن. خب اینا کارهای فرهنگی میکرده. پس میپذیم که مشکلات افغانستان تنها منحصر به هفت ثور نیست و قبل از اون مشکلات وجود داشته؟ بله بله، در ارتباط بیعدالتی ها، در ارتباط حق تلفی ها، در ارتباط از این که از جامعه از امتیازاتش محروم بوده، همه اعذابی که فعلا هست اینا گپ داشته در اون وقت علیه کسایی که حاکم بوده و قدرت سیاسی را به دست داشته که عدالت در اینجا تطبیق نمیشده. اصلا همه اعذابی که به وجود آمده قبل از کودتای هفت ثور
اینا در امو وقت شاهد یک سلسله بی‌عدالتی ها در این کشور بوده و امو بی‌عدالتی ها و حق تلفی ها سبب شده بوده که اینا باید یک سازمان را به وجود بیاره و آیستا آیستا کار بکنه. او وقت مسئله نظامیگری نبوده، فقط کارهای فکری میکرد روی مردم، روشنگری، کارهای فرهنگی. اما نمونه نظامی شما آقای مومن اشاره کرد دیگه، او را من دقیقا خبر نیست، به او ارتباط ما اظهار نظر نمیتونم. آقای رحیمی هم گفت که ترورهایی که در کابل صورت میگیره مانند آقای خرم وزیر پلان حکومت پیشین، اینا در او ارتباط مستقیما هم کسایی که او کارا را کرده اگر در این میز می بود جواب از اونا در این رابطه فکر میکنیم یک حرفی صاحب و بجا بود. ما یک معلومات نداریم، اظهار نظر نباید بکنیم دو رابطه، ولی قدر میدونیم که احزاب قبل از هفت ثور به وجود آمده، احزاب گپ داشته، احزاب انتقاد داشته، احزاب اعتراض داشته، احزاب میگفته که عدالت نمیشه، احزاب میگفته که تبعیض در کشور هست، لحاظا اونون اما برنامه انکشافی سردار محمد داود خان امروز هم در کشور جامعه عمل پوشیده میشه. اگر بند سلمه است، اگر بند کمال خان است، اگر ده ها بند دیگر که در کشور بندهای آبگردان است، اگر سرک هاست، شما ببینید نمونه ایش سالنگ در چی وقت احداث میشه، کودبرق در چی وقت احداث میشه و و طرحهای دیگه که هست. فکر نمیکنید که داود خان با یک دید فقر زدایی اما شمول به قدرت تکیه زد؟ من پیشترم گفتم که داود خان امتیاز داره که مؤسس اولین جمهوریت در افغانستان است و او میخواست که افغانستان به طرف پیشرفت و یک توسعه اقتصادی راهنمایی بکنه. پس حالا او منای شخص شما را نخست کشور که میخواست، کی بود که بی‌عدالتی را اعمال میکرد و یه احزاب و وادار میکرد در مقابل بی‌عدالتی برزمند؟ خب اینطور است که بی‌عدالتی های اجتماعی ممکن در سایه سیطره هر حکومت وجود داشته باشه. اگر یک بند یک کسی ورده یک پلان چند ساله میگیره، او به این معنا نیست که اینجی عدالت اجتماعی و تمام معنا در کشور تطبیق می شده. فلیز آینمی وجود احزاب بیانگر ازی هسته که یک سلسله نارسایه ها در سطح کشور وجود داشته که اجاب کرده اینا به خاطر زدودن از این نارسایه ها یا متوجه کردن حکومت وقت یک سازمان را به وجود بره که او را در امو چوکات درست بود. ما در این رابطه می حکومت فعلی را می خواهیم که حالی در این ارتباط گپ امی احزاب رو داشته باشیم. چقدر احزاب فعلا در امی حکومت فعلی یا در امی شرایط فعلی موشو به وجود آمده؟ همگی می خواهی که حکومت در یک چوکات منظم و درست حرکت بکنه. اما احزاب فعلی اما به دنبال کسب قدرت است. به ما وزیر بی تیارام می باشم، به ما وزیر نه تیارام نه باشم. والی به برطرف کردی چیغ می زنم علیه؟ والی برطرف نکردی چپ میشینم. احزاب فعلی فقط به اساس باجگیری بیشتر شکل گرفته. فلسفه وجودی احزاب همیه که در نهایت باید به قدرت برسه و سهیم قدرت شود و در قدرت از مجرایی که بود نه از هر مجرا، از روی قانونی، از روی انتخابات. حالا فعلا در افغانستان انتخابات است، احزاب در انتخابات کاندیدای خود در پارلمان اما ما در قصیر رئیس جمهور نمیشیم. رئیس جمهور را که در انتخاب آمده زمانی که ولی ما را برطرف کرد تظاهرات میکنه، ما را دیکتاتور مینامیم، میگیم جمهوریت را میشکنن فقط به خاطر برطرفی یک ولی. به شما دوباره باز خود گشتیم دکتر صاحب رحیمی، 43 سال از رویداد هفت ثور گذشت، یک اجماع حداقل در میان نسل نو روی رویداد وجود نداره. ما واژه رویداد را به خاطر استفاده میکنم که تلویزیون پیکان یک رسانه مستقل است، دید خاص در ارتباط ندارد. در ابتدا گفتیم یک تعداد کودتا می نامند، یک تعداد انقلاب و همو چیزی که میشه متفقان علیه گفت رویداد است. چرا یک تصویر روشن اما شمول و در برگیرنده تمام واقعیت ها از هفت ثور عمل نمیشه؟ تشکر. قبل از اینکه با سوالتان جواب بدم، بیشتر اگر عرض خودم کردم که میخوایم بعضی موضوعات را که در اینجا شنیدم بفرمایید. بسیار مختصر و خلاص میام. دوستای گرامی، هر کس با مفکوریش من احترام دارم. به هر حزبی که بدم من برش احترام دارم. داره یک اندیشه هست همون حزب که میادم عضوش بده. چی مسلحانه جهاد کده، چی از روی قلم جهاد کده و چی از روی اندیشه جهاد کده. ولی تاریخ تاریخ است. هیچ وقت از تاریخ ما عبور کرده نمیتونیم. وقتی یک کتاب تاریخی را خوندی دمو اتکا میکنی میگم این کتاب درست است یا نیم، یا باید هم برای مخصوص شد ببینه که دقیق نوشته شده یا نشده.
بعض کلمات من دیگه شنیدم آن چی که ما خواندیم و من میدانم با دستانه بودیم. من پیشتر استقبال کردیم که شما در هفت سور سیزده پینجا هفت در کجا بودیم. در بین انقلاب بودم. در روزی سفیچار فکولته بودم. وقتی که شنیدیم که تو یک گپ هست کلی مسئلین حتی محترم یا بود پیای پیاده و طرف پر باقومی حرکت کرد که بریم ببینیم چی رقم انقلاب میشه. سحنه بودیم بخیر سحنه. خب هر صورت یک موضوع مطرح شد. گفتم خلقی ها در حکومت دکتر نجیب دکتر در حکومت داوودخان خلقی ها وجود داشت. خلقی ها هیچ در حکومت داوودخان وجود نداشت. خلق و پرچم وقت از هم جدا بودن. انشاب کرده بودن. دویز مخالف دیگه حرکت کرده رایی بودن. تمام کسایی که با در کودتا سعیم بود و قدرت سعیم بود پرچمی ها بودن. و با اون پرچمی که با ایشان تعهد داشت چیز داوودخان. یه تاریخ است. این دلش کسی باور میکنه دلش نمیکنه. امی هر وقت که تا یک کسی بشینی، که تا یک دوست بشینی، که تا یک رفیق بشینی یا دلش بسیار درد کده یا ای که اما تو تلقینی شده که میگن امی از بده بکرده تی که خلق از به مارکسیستی بود دوستای گرامی حزب دموکراتی خلق برنامه داره و برنامهش نوشته است واضحا نوشته است که یک حزب ملی و دموکراتیک است حزب مارکسیستی نیست حزب ملی و دموکراتیک نوشته است در برنامهش شنو حزب ملی و دموکراتیک است آقای رحیمی که در فاصله 100 روز شاگرد استاد خود را با بالش خفه می سازد و قدرت از اون می گیره آیا در ساختارهای حزبی می رایی؟ یه حوادث خو چی تیوری نمیشه نه ببینیم یکی تیوری هایی است که باید آدم سرش بس بکنه او خو اینا لیق بس بسیار طولانی می شه آدم بسیار چی کنه خودی حفیظ الله امین که می کار کرده هم از یک جای دستور می گرفت بام به خاطر از این موضوع هر کدام از یا به خاطر منافع خودشان یک کاری را انجام دادن به این خاطر این همی از مارکسیستی نبود فکری نبوده اینا رو من برای تا عرض کنم اجازه بتونیم من یک قصه کوتاهی سر گذشته میکنم ما را به خاطر که دو وقت جوان بودیم برای دیدن دنیای سوسیالیسم با آلمان دموکراتیک روان کردن یک مدت 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه در اونجا ما دنیای سوسیالیستی را دیدیم که چی یرقم دنیا هست هیچ یک از افراد و اشخاص از اونها دانشمنده از اونها به حزب نگفت که حزب شما حزب سوسیالیستی است یا حزب کمونیستی است هیچ نگفت که شما از مارکسیسم و لنینیسم دفاع میکنید هیچ همیشه گفت شما در مرحله ملی و دموکراتیک قرار دارین بنابراین شما یک حزب ملی و دموکراتیک است یک گپایی است که من ادان از اونا شنیدیم و به شما میگم و همه تو در برنامه است ذکر از در صفحه اول برنامه از بشه یکم برنامه همون سال هست قبل پیدا کنیم از دوستا داره یک موضوع دیگه همیشه دوستا هم ذکر میکنن از به دموکراتی خلق افغانستان متکی به شوروی بود خب همین از یک برنامه داشت تک تیر مدونه درش جمع شده بود مربوط به شوروی بود مربوط به کمونیستا بود مربوط به مارکسیسم بود این نمی تو خوششان نه همه تو بگن آرام میشن باز قسم همه تو تابلیت آسایش خودگی واره ولی هیچ وقت نمیگن که مجاهدین هم انصار پاکستان بود ساخته و پرداخته پاکستان و امریکا بود این نمیگه هیچ کس او را باید بگه یکی و هم وابسته بود دیگه تو نیست که این وابسته پس من شهرونده که نه ازبی بودیم و نه مجاهد قربانی دو وابسته شدیم بله بله و این اصول دولتداری همی است که تا که وابسته به یک کشور نباشی نمیتونی حکومتداری کنی تنها به تنهایی هیچ حکومت هیچ کشور نتونسته تا بلی حکومت کنه بنابراین وابسته می باشه به یکی از نظام ها چون جهان به قطبای مختلف تقسیم شدگی است فیلم و می تصویر اما شموله بله که روش توافق کنیم حداقل شما با 3 مفکوره متفاوت دمی میز نشستین در اخیر همی بس ما یک تصویر روشن و همشمول میتونیم به خورد مردم ما بتیم که پس از 43 سال دیگر به نام این و آن سر هم دیگر نزنن و برای یک تصویر مشترک توافق کنن؟
در این رابطه باید صحبت کنم که جناب سعید صاحب پیشتر در اتاق هم گپ اصل زد، جای اصلی گپ زد که ما یک رهبر کار داریم که تا اینمی سیستم تنظیم کنه، یک رهبری کنه. در هر دنیا، در هر جامعه، در هر کشور یک نفر نخبه پیدا میشه، این میبره تاریخ میزاینش، میبره اونمو آدم باز میتونه که مثالش سید صاحب لطف کردن گاندی رو مثال دادن و جناح رو مثال دادن و این واقعیت است تا که یک رهبر پیدا نشه. مشکل کلانی که افغانستان فعلا داره، ما یک رهبر نداریم که باید اندیشه ثابت و او دیدگاهش رفاع مردم افغانستان باشه، در صحنه برای و مردم به دور از او جمع شد. حالی خوب هر کس پیش ازش دعوت کنی که بیا سیاست کن، میگه چند میتی از بالا که شروع سینما تو تا پایینه، تا یک فرد خورده بینار همه چیز رفته به سوی مادیات. این انتظار بکش، ما خود میبریم میریم، وقتی ما تمام شده خودت جوان هستی، انتظار بکش و یک رهبر پیدا میشه بالاخره، تاریخ پیدایش میکنه. حالی آدم احساساتی دلش تنگ شده میگه پس ما در 43 سال گذشته با معنا و مفهوم واقعی کریمه یک رهبر همه شمول نداشتیم، وقت شما داشتیم اگه میداشتیم ما چی نمیشد؟ پس آلا وضعیت به این شکل نمیشد. آلا آقای نعیمی، یک پرسش که شاید امکنون نزد بیننده خطور کرده باشد از ایرشان، کسایی که فعلا القاب دارن پس اینا ملی نیستن دیگه؟ ما به نام قهرمان ملی داریم، به نام شهید وحدت ملی داریم، به نام بابای ملت داریم، به نام شهید ملت داریم و و و القاب دیگه داریم، شهید سل داریم و غیره. همین آدمان پس ملی نیست؟ علی کدام عرقی داره در گردن من نپرتی؟ این رقم سوال ها بسیار خطرناک است، ولی من تو خود میفهمم که ما آدم تلخ و تند هستم. دوستی عزیز گرامی، به خاطر دل خوش ساختن هر کس هر چیز میگه، یک کس را دلش خوش میسازن، با نمی باشه خیر از همه تون، با اینکه آرام شوه. تشکر آقای مومن. تصویر اما شمول منه که در هفته ثور 1357 نبودیم، تصویری را که باور کنم که حقایق بدون هیچ گونه غرض و مرض به ما انتقال پیدا میکنه، ایره کی وظیفه است با ما رابطه؟ حال خو به اجازه شما دوستان اجازه بدین که ما در رابطه با همی که داوود خان با کی کنار می آوا و چرا این مردم در اون زمان در جبهات رفتن که به حساب علی داوود خان جنگیدن، یک کمکی گروشنی بفرمایید. زمانی که داوود خان کودتا کرد، پیش از کودتای داوود خان اینجا احزاب به نام شعله جاوید و اخوان المسلمین و دموکراتیک خلق وجود داشت. خب انقلابات پیش از 1952، بله بله بله، در دنیای به حساب صنعت و خصوصا اروپا که در لندن احزاب به وجود آمد، یا احزاب لیبرالیستی و کارگری، یا در امریکا و در دیگه کشورها آمد، با الهام از امی احزاب اینجا هم در افغانستان محصلین افغانستان و به حساب رو به نام روشن فکرا احزاب ساختن. اخوان المسلمین حزبی بود که اینا از نظریات سید قطب و محمد قطب پیروی می کردن و اونا می گفتن که رهبری جهان کلش باید به دست مسلمان ها باشه، چون مسلمان ها مفسد فی الارض نیستن، مسلمان ها مصلح هستن. چهره های برجستی از یکی بود؟ سید قطب و محمد قطب که از افغانستان. بله نه نه در عربستان، نه در افغانستان گفتیم چرا برای در عربستان. گلبدین حکمتیار، انجینر احمد شاه مسعود، استاد برهان الدین ربانی، صبغت الله مجددی، مولانا فیاض، عبدالرحمن چی در مزار به نام توانا یک کسی میگفت، عبدالقادر توانا، بله بله، و در بدخشان یک کسی به نام چی عبدالرحیم شهید و و غیره و غیره. خو یک حزب مقتدری که همیشه اینا بودن. اینا نهضت اسلامی بودن یا اخوان؟ بله بله نهضت اسلامی بودن، ولی بله الهامشان از نظریات سید قطب و محمد قطب. و در مصر نهضت اخوان المسلمین بسیار یک قدرت برجسته داشت، در عربستان سعودی، در مصر و در خیر کشورهای اسلامی. اینا زمانی که خیستن اینجا
احزاب چپی شعله جاوید و حزب دموکراتیک در مقابل اخوانی ها همیشه تج بودن، خصوصا در ساعتی پوانتون که سیدال به خدا میگفت یک کسی بود رهبر حزب شعله جاوید، او را کشتن، اخوانی ها تا کشتن. داوود خان در این زمان وقتی که کودتا آمد اخوانی ها را گرفت، گرفتار کرد، خیلی شایجه شهیدم کردن در محبس پل چرخی. اولین کسی که در محبس پل چرخی روان میشه اخوانی هاست. پس این 26 سرطان 352 بعد از 26 سرطان 52 بعدن این حزب دموکراتیک یا اعضای حزب دموکراتیک با داوود خان که اینا نظریات مارکسیستی را و یک نظام سوسیالیستی را قبول، با داوود خان اتحاد میکنه. حتی خیلی مردم ها اینجا در چوکی ها و کرسی هایی که در زمان داوود خان مقرر هم اینا میشن، اخوانی ها خارج شاخه میکن. خلق شاخه پرچم کدامش؟ اردویشان، اردویشان پرچمه ها، چون شهرنشین بودن اینا زیادتر نسبت به خلقی که اونا مردم های اطراف بودن، اطراف نشین بودن، مثل ترکی از اطراف بود، مگر ببرک کارمان از کابل بود، به حساب یک حقوقدان بود و از فاکولتی حقوق فارغ شده بود، اونا عنایتا راتبزاد و غیره و غیره، محمود بریاله و غیره. دیگه اخوانی ها دیدن که اعضای حزب از اینا رو داوود خان بندی کردن، اینا در پاکستان رفتن. اینا که در پاکستان رفتن دست به صلاح زدن، اما بود که دست به صلاح بودن از اینا هم به حساب یا مو قیام از اینا ناکام شد. بعدا اینجا مسئله خلق و پرچم آمد که ای اعضا و میرکبر خیبر که کشتن اینا، اینجا وزیر دفاع و وزیر داخله گفت که اینجا یک هسته که روسا تشکیل داده، اینا برای ما خطر است. اینا را گرفتن، نور محمد ترکی را، حفیظ الله امین، ببرک کارمل، اعضای حزب بابا انداختن. اما بود که دستور کودتا را از سفارت روسیه گفته میشه در روز هفت سال به حکومت اطلاع میده که یک تظاهرات در شهر قرار است راه اندازی شوه و شما باید قطعات به اطراف کاخ ریاست جمهوری بکشن این جهت محافظت از کاخ، درست؟ خود تحت اینمی نام دیگه که چی توجیه میشد؟ میگفت که مردم قیام میکنن، ما به خاطر جلوگیری از قیام مردم باید همی اطلاع را کی داده بود به رئیس جمهور داوود خان؟ خب اعضای حزب دموکراتیک در تمام ارگانهای دولت مثل عمدانه یا غده سرطان واره قدر مخلوط و به حساب چی شده بود که اصلا پس قبول میکنین که داوود خان فریب خورد؟ بله، و وزرای داوود خان این فریب خوردن یکی و غفلت کردن که سرنوشت داوود خان به میال اگر اینا استخبارات قوی می داشتن، وابستگی های از اینا را اینا قبل از قبل درک می کردن، اصلا نمی کودتا نمی شد. یک پرسش سه پاسخ. چرا طرح صلح دکتر نجیب الله که در آخرین سالهای پس از هفت ثور است و آقای نجیب الله پس از ترکی و امین و کارمل من حیث رئیس جمهور امو ایدئولوژیست ناکام میشه؟ آقای سیدی، به نظر من خب دکتر نجیب الله در دوره حکومتش طرح مش مصالحه ملی را اعلان کردن، از احزاب هم دعوت کردن، از احزاب جدی که به دهی مش مصالحه ملی بپیوندن. احزاب جهادی در او وقت هیچ گونه آمادگی نداشت که با حکومت دکتر نجیب الله که او را وابسته به اتحاد جمهوری شوروی میدانست و مورد حمایه و تحت الحمایه شوروی میدانست، با او بشینه در یک مصالحه ملی یک حکومت ائتلافی را به وجود بیاره. آقای سعیدی، آمادگی نداشتن یا طرح و برنامه برای حکومت داری نداشتن؟ نخیر، هم طرح داشت برای حکومت و حکومت داری، اونا نمیخواست که باید حالا این طرح برای حکومت و حکومت داری رو باز پس از هشت ثور ما و شما دیدیم که چه قرار بود یاد بود. یک گپ دیگه است، یعنی مجاهدین دیده شده بود که ما با حکومت کمونیستی وابسته به شوروی نمیخوایم وارد یک حکومت ائتلافی مشخصا با. حالا خارج از ایدئولوژی نجیب الله، طرح صلح را که مطرح کرد یک طرح صلح واقع بینانه بود؟ کی نجیب الله؟ بله. خب چیزی واضح و روشن است که وقتی که نیروهای شوروی از اینجا بیرون شده بود شرایط طور آماده شده بود که نجیب الله ای را این پیش بینی داشت که ما در برابر مجاهدین نمیتونیم که دیگه تاب مقاومت بیاریم در دراز مدت. او برای از این که یک راهی را به وجود بیاره، یک بینی خمیری درست بکنه که اگر شوای مصالحه ملی منجر به یک نشست شو با اینا در یک حکومت ائتلافی شریک شیم، خود به نفع خود میدونست.
مجاهدین به هیچ وجه آمادگی نشد که با حکومت بقای شوروی در اینجا وارد تشکیل حکومت ائتلافی شود. این دید مجاهد بود به همگیشان. میگفت ما سقوط تفاوت ها میان طرح صلح رئیس جمهور نجیب الله و رئیس جمهور غنی در چیست؟ سه موارد مشخص. خب تا جایی که ما فکر میکنیم که تفاوت خیلی زیاد هستند. ما به مو لحاظی که پیشتر گفتم مجاهدین در ارتباط حکومت دکتر نجیب دیدشی بود که حکومت باقی مانده بقایای شوروی وقت است و این حکومت یک حکومت کمونیستی میدانست، لذا با اونا وارد یک حکومت ائتلافی نشد. ولی امروز این طرحی که رئیس جمهور فعلی افغانستان اعلان کرده که بین همگی روی میز مذاکره بشینیم فرق میکنه. اینجا اون حکومت کمونیستی بود، این حکومت حکومت است که به انتخابات مردم روی کار آمده، مردم رأی داده و فعلا هم میخواهد زمینه یک نشست فراهم بکنه. کسایی که هنوزم در موضع مخالفت هست و در جنگ هست اونا هم مجاهدین با دکتر نجیب الله با نمایندهاش در ژنو دیدن. امون نشست معادل نشست نبود که چند وقت پیش در مسکو راه اندازی شده میان طالبا و حکومت، یا در استانبول سناریوی راه اندازی شده نشست. خب شاید هم دیده باشد در اون دوره با نجیب الله، اما دید کلی مجاهدین تا جایی که ما در جریان هستیم هیچگاه حکومت ائتلافی را اینا نمیخواست که با دکتر نجیب الله تشکیل بده. مشخصات که میان نجیب الله و غنی بود به باور شما نیست، درست؟ بله هم رقم. میان طالب و حزب دموکراتیک خلق پیوندهای میبینیم؟ جا بود آقای مومن. میان طالبان و حزب دموکراتیک خلق پس پیوندهای میبینیم؟ الان گفتین پیوندهای خاصی میان نجیب الله و رئیس جمهور غنی نبود آقای سیدی، درست؟ بله. پس میان کسایی که هفته سوار شکل دادن با طالب پیوندهای وجود داشت؟ با طالب امروز؟ هرگز وجود نداره، تفاوت‌های عقیدتی وجود داره. یعنی خب آقای مومن، همی پرسش شما مطرح میکنیم با سه مثال. حادثه 24 اوت هرات که قتل عام صورت گرفت در دوره حزب دموکراتیک خلق بود، درست است؟ بله. اما حادثه قتل عام عبده تا 1977 در مزار در دوره طالب بود، درست؟ بله. حادثه سرکوب قیام چندول کابل و موارد مشابه در کنر و در خاگریز کندهار در دوره دموکراتیک خلق بود، درست؟ نه. اما قتل عامی که از قیصار فاریاب تا فرخار تخار، از یک اولنگ تا بامیان و تاکستانهای شمالی بود، این دوره طالبا بود. آقای سعیدی، وجوه مشترک شما میان طالبا و حزب دموکراتیک خلق میبینیم؟ البته در این که جنگ دوام داره که طالب هنوزم روی میز مذاکره حاضر نشده و مذاکرات تا یک مدت طولانی در قطر به بست کشانیده، یعنی پافشاریش روی جنگ هست. از این جهت خوب یک تشابهی وجود داره بین از اونا و دکتر نجیب الله، که جنگ میکرد علیه مجاهدین و از طرف شوروی حمایت میشد. دیگه ما امیدواریم ایسته که جنگ که یک واقعیت است که 40 ساله که این مردم در بحران به سر میبره، در حال جنگ هست، ایره هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. ولی امیدوار استیم که همین پروسه ای که فعلا راه افتاده همگی سر عقل بیایه، حل مسائل افغانستان از طریق جنگ ادامه نده، از طریق مذاکره و گفتگو باید به صلح برسیم. تشکر دکتر صاحب. آقای دکتر رحیمی، مشابهت های میان طرح صلح دیروز رئیس جمهور نجیب الله و طرح صلح امروز رئیس جمهور غنی وجود داره؟ البته بله. دیروز طرح دکتر نجیب الله در یک شرایط خاص خودش بود. اون شرایط با این شرایطی که فعلا این طرح وضع میشه بسیار تفاوت داره. هنوز مردم در اون زمان به این مفکوره و به این وضعیت ها نبود، هنوز دیتر آلت که فعلا در افغانستان به وجود آمده نبود و کشوران به می اندازه که آل بیهیایی میکنن و مداخله میکنن در افغانستان به می اندازه مداخله نمیکرد. اگر میکردم مخفی بود. به این خاطر دکتر نجیب الله یک طرح مصالحه ملی را پیشکش کرد، گفت که فکر کرد که البته مجاهدین خسته شده از جنگ، بیا میاند طرح مصالحه ملی قدرت تقسیم میکنیم برش. چنانچه یک مقدار پیروز هم شد در این طرح خود، بعضی
مجاهدین کنده و گریز آمد برش، اما کنده مجاهدین که در پاکستان بود نامد. ولی تر امروز، تری که امروز به خاطر طالبان مطرح میشه، این یک اشتباه است. این تو اشتباه است که هر کس به خاطر بقای خودش جان میکنه، جان میکنه و تلاش میکنه که باید زنده بمانه. رهبری فعلی دولت افغانستان فکر میکنه که هر گپی را که میزنه گپش مور محکم است، در حالی که نمیدانه که این همی دوستایی را که در جلسه حاضر بر نمیشه یا در جنگ تو را میکشه یا آتش بس نمیکنه، اینا را کی دستور میده، کی هدایت میده. این بازی و آشکار است. اینا وابسته پاکستان است؟ وابسته ایران است؟ با ده کشور دیگه وابسته است. تنها یک پاکستانی بیچاره خونه است. ده کشور دیگه هم اینه قسم کمک میکنه پدر جان. یک پاکستان نیست. همی قطر. طالب حالا آله دست استخبارات منطقه است. اگه آله دست نیست، فقط اونا به خاطر منافع خودشان جنگ در افغانستان نگاه میدارن، به خاطر منافع کشوری خود. مثلا چین هنوز هم پای امریکا را در اینجا نگاه میکنه، هنوز هم کوشش میکنه که پول امریکا سر میده چی مصرف شود. بعد ده ها صد ها کشور دیگه این همه قسم مداخله میکنه در چیز. در این توی یک وضعیت خواستن از مجاهدین به سر میز کار بسیار مشکل است. خواستن طالبا، خود طالبا یا مخالفین، هر کسی که هست طبعا امروز طالب است. خب به خاطر اینکه ما دو نوع مخالف داریم، یکی مخالف سیاسی داریم که او کسای زیر پرچم هستی که مخالف مسلح که عملا جنگ افزار برداشته. مخالف سیاسی خود کلکش توسط پیسه چارش میشه، ولی این مخالف مسلح بدون پول چارش نمیشه. شکر. این وضعیت که فعلا وجود داره فقط یک را داره به دیدگاه من، یا ای که بیاین بسول اگر دعوت قبول کردن نوری الله نور که نامد بگذاره که جنگ کنه تا همون نقطه را جنگ کنن که یکیش دار نابود شود، تا همین ملت از زمین جنجال بیغم شود. ولی فعلا ما دلخوره داریم میخی که ایران هستیم، چی باید کرد، این جنگ چی باید ختم میشه. ایشان میای این پوستر رو میکشه دو نفر شه، سبا شه و میای دیگه میکشه 11 نفر شه. این همه تا حال این همه تو روز دوام داره. اگر یک طرف نشه ملت افغانستان تباه شد، به خصوص نسل جوان. تشکر. تشکر. آقای مومن، مشابهت های میان طرح صلح رئیس جمهور نجیب الله و رئیس جمهور غنی وجود داره؟ شرط هم نه، تفاوت ها وجود داره، مشابهت ها وجود نداره، به خاطر که دکتر نجیب الله اول از یک حزب دموکراتیک خلق نمایندگی میکرد و تیمی که به حساب اون وقت بودن اونا برای مجاهدین با دو ایدولوژی مخالف، اینا ایدولوژی مارکسیستی و اونا ایدولوژی اسلامی. ای یک مثلا دیگه در اون وقت اردو با یک عقیده مارکسیستی و زیادتر از حزب دموکراتیک خلق در اردو بودن. اردوی فعلی یک اردوی اسلامی است که متشکل از مجاهدین و از مردم عامه یا ملت افغانستان است. و مسئله سیومی است که اونجا حساسیتی های وجود داشتن ملت با رژیم دکتر نجیب الله حساسیت داشت، به خاطر که جنگ شده بودن به نام اسلام و کمونیسم. اینجا فعلا یک نظام اسلامی است، نظام اسلامی است. اگر طالب هم اینجا جنگ میکنه به خاطر ازی جنگ نمیکنه که غیر از خارجیایی که کفر هستن با اونا جنگ دارن، در داخل با این مردمی که جنگ میکنن مسئله قدرت است. اینا میگن شما صلاحتان بانین بیعت کنین، در صورتی که صلاحتان نمیمانین و با ما بیعت نمیکنین ما شما را میکشیم. این قدر تفاوت. پس مبارزه طالب نه دینی است نه سیاسی است، فقط جا طلبی و برای کسب قدرت و ثروت است. خب اونا سبقی ایدولوژیک برشان میده که ما مسلمان هستیم، ما مطابق شریعت. اما مسلمان در یک سال 90 عالم دین به شهادت نمیرسانه، مسلمان سر مسابقه قرآن خوانی در کنر راکت نمیزنه، مسلمان استاد دانشگاه را به شهادت نمیرسانه، مسلمان دانشگاه کابل هدف قرار نمیده. فکر نمیکنید که طالب فقط از نام اسلام سوء استفاده میکنن؟ خوی نمی، یک تکتیک است به خاطر به قدرت رسیدن دیگه. شکر. عزیزان هموطن، بینندگان خردمند تلویزیون پیکان، شنوندگان ارجمند شبکه رادیو نهاد، نمیخواهیم مشخصا به هفت ثور نام بدهیم. نامگذاری به دوش شما مخاطبین عزیز است. اما آنچه را که نباید فراموش کرد این است که 43 سال قبل یک نظام کنار رفت و نظام دیگر آمد.
اما با گذشت این همه مدت ما تا حال شاهد درگیری بودیم. در عفت ثور 1357 نور محمد ترکی روی کار آمد. صدر رزباد حفیظ الله امین با بالشتو را خفه ساخت و قدرت را تصاحب کرد. در زمستان سال بعد ببرک کارمل از طریق رادیو افغانستان صحبت کرد و حفیظ الله امین را مزدور امریکا خطاب کرده و قدرت را به دست گرفت و او را مسموم ساخت. در اواسط دهه 1360 دکتر نجیب الله به قدرت تکیه زد و زمینه خروج شوروی را در 26 دلو 1367 را هم ساخت و پس از آن هم رویداد 8 ثور شد که فردا در برنامه رویداد روز به آن خواهیم پرداخت. 7 و 8 ثور دو روز پی هم در تقویم با دو روایت مختلف در فاصله 14 سال. این بود برنامه امروزی رویداد روز که از طریق تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد تقدیمتان شد. با سپاس از دکتر محمد رحیم رحیمی استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، ظاهر خان مومن بزرگ قومی و از فرماندهان پیشین جهادی و محمد سردار سعیدی عضو پیشین شورای ولایتی و رئیس کمیته سیاسی زون شمال از وحدت اسلامی مردم افغانستان. تا درود دیگر در پناه یک باشد. بدرود.